سلام دوستای عزیز، خدا کنه که هر جای دنیا هست اینجا رو سلام و صحتمند باشین. امروز ما یه طریقه درست کردن کباب مرغ زعفرانی رو آموزش بدم که شما میتونید این کباب خوشمزه رو برای مهمونی‌ها خود درست کنیم. امیدوارم که از این ریسیپی خوش شما بیاید و حتما درست کنیم. اول میریم مواد لازم خود هم میبینیم و بعد این کباب خوشمزه خود هم درست میکنیم. مواد لازم برای یک دونه مرغ کامل: دو عدد پیاز، یک عدد فلفل دلمه، پنج حب سیر، زعفران، نمک به اندازه ضرورت، یک قاشق مرچ سیاه، نیم قاشق زردچوبه، نیم قاشق مرچ سرخ دلخواه، یک قاشق پودر گشنیز، یک قاشق پودر زیره، 4 تا 5 قاشق سرکه، نیم پیاله ماست و قرود. و دوستای عزیز، این قرود خیلی مهمه. تمام خوشمزگی لابی مرغ به این قرود بستگی داره. حتما کوشش کنیم که از این قرود استفاده کنیم. شما میبینید من قبلا اینجا مرغ به 4 تکه تقسیم کردم و حالا به این مرحله مرغ برش میزنیم. به هر قسمت مرغ 3 تا برش میزنیم. دوستان نازنین، من بعد از اینکه مرغ برش دادم، پیاز خود فلفل دلمه را به شکل حلقه‌ای ریزه کردم و اینجا روغنم به تمام تابه انداختم تا که روغن داغ بشه که پیازا، فلفلا و مرغاش سرخ کنم. منتظر نیستم تا که روغن داغ بشه. روغن داغ شده، حال ما فلفلا خود پیازا رو میندازیم تا که سرخ بشه. پیازا زیاد سرخ نمی کنیم، فقط به اندازه سرخ می کنیم تا که از حالت خامی بیرون بشه. دوستای عزیز، این کباب به شکل کاملا متفاوت و جدیده و یکزر خوشمزه ای که اگه شما یک بار درست کنین طرفدار دائمی میشین. و خوبی این کباب به اینه که این کباب اگه به مهمونی ها خود درست کنیم زیاد وقت در بر نمیگیره و خیلی هم خوشمزه ای نسبت به کبابای دیگه که زیادتر وقت در بر میگیره. این خیلی آسان تیار میشه، پس یک بار امتحان کنیم. پیازار به همین اندازه سرخ میکنیم. محال پیازار بالا میکنم. بعد از اینکه پیازها رو سرخ کردیم، حال مرغ‌ها رو هم سرخ می‌کنیم. یک طرف مرغا سرخ شده، حال طرف دیگر هم میگذاریم که سرخ بشه. خب هر دو طرف مرغا سرخ شده، حالا من مرغا رو بالا میکنم. که شما دیدین من مرغ رو سرخ کردم، به این اندازه کاملا خوب سرخ شده و بعد اونا رو به رو پیازا و فلفلا دلمه گذاشتم و حالا میرم ساس مرغ رو هم درست میکنم. خب دوستای عزیز، من اینجاگا قروت خود کمی رو حل کردم. این قروت آماده شده بوده که من استفاده کردم و حال ماست اضافه میکنم. نکته مهم در مورد ماست اینه که اگر ماستی که شما استفاده میکنید تروشه، کمتر استفاده کنید. این ماستی که من استفاده میکنم زیاد تروش نیه. خب من حال ماستم به تا قروت اضافه میکنم و حال سرکه استفاده می کنم. و حال سیر رم مندازیم به تینم. خب بعد از اینکه سیر اضافه کردیم، نمک اضافه میکنیم.
مرچ سیاه، پودر زیره، تخم گشنیز، زردچوبه، مرچ سرخ که دلخواه و زعفران. زعفران ما زیاد استفاده میکنیم که یک رنگ کاملا زرد و خوش رنگ به این کباب میده. خب حالا تمام مواد خود هم یک جا مخلوط میکنیم. خب بعد از اینکه من مواد خود هم یک جا کردم، حالا به اندازه 3 تا 4 قاشق روغن اضافه میکنیم. ای به این که یک مرغ کامله به بی اندازه روغن استفاده کردم و در آخر هم یک گلاس آب اضافه میکنیم. خب این ساسی که ما به این مرغ تیار کردیم، گاز روشن کردم و حال ساسی که به این مرغ هم تیار کرده بودم به این مرغ اضافه میکنم. دوستای عزیز، من ساس بلا مرغ اضافه کردم و این برشار به این خاطر زدم که وقتی که این ساس بلا مرغ میره خیلی مرغ خوشتم و خوشمزه میکنه و اصلا مرغ بوی خام نمیده. و همچنان دوباره برای شما تاکید میکنم که اگر ماست شما ترش بود کمتر استفاده کنیم و اگر سرکه دوست نداشتیم استفاده نکنیم و میتونیم فقط 2 قاشق استفاده کنیم، کفایت میکنه. خب حالا من مرغ به دم میگذارم، بعد حرارت را متوسط میکنم، مرغ به مدت 25 تا نیم ساعت میگذارم تا که خوب نرم بشه و پخته بشه. خب حرارت متوسط میکنم و منتظر میستم تا که مرغ کاملا پخته بشه. دوستای عزیز، در جریان پخته شدن این کباب خوشمزه حتما 2 تا 3 بار می ساسی رو بریزیم برو مرغا تا که این تمامی که طعم از بلا مرغا بره، هم مرغ نرمتر میکنه و هم خیلی خوشمزه میشه. به این صورت ساس می ریزیم به تمام قسمت های مرغ. و حال پس مرغ به دم میگذارم تا که خوب نرم بشه. کباب مرغ زعفرانی خوشمزه آماده شده. می 5 دقیقه پیش خاموش کردم، بعد از اینکه خاموش کردم میرم میرقم گذاشتم 5 دقیقه و این هم کباب خوشمزه. بسیار بسیار خوشمزه. دوستای عزیز حتما یک بار امتحان کنین. من مطمئنم که 100% خوش شما میایه و خیلی عالیه برای مهمونی ها. همچنان تشکری بسیار زیاد از حمایت ها، تشویق ها و لایک های کامنت هایی که برام میفرستین و همی کامنت ها شما و همی تشویق ها شما باعث میشه تا من ویدیو بیشتر برای شما تیار کنم. جهان سپاس از تک تک شما عزیزان. هر جا هستین شما رو به خدای کریم میسپارم. روز شما خوش. خدا نگهدار.